أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إعراب یه روایتی، آیه، چیزی که نداره، فقط مسئله صدق سکونت یا ساکن بودن در اونجا. یه کسی ساکن یه شهری بود، بعد رفت ساکن یه شهر دیگه شد و تصمیم داره دوباره یه روزی برگرده تو همین شهر اول ساکن بشه، یعنی بمونه. این اعراض نکرده، اما اگه اعراض کرد یعنی بنا نداره که یه روزی بیاد دوباره تو این شهر خودش ساکن بشه، وقتی دیگه شهرش صدق نمی کنه، یعنی دیگه مسافر حساب میشه. اما اگر از اعراض عدول کرد، اینو غالبا متعرض نشدن، به نظر من اینه که، برداشت من اینه که آره، این اگر اعراض کرده بود اما بعد دوباره تصمیم گرفت که برگرده همینجا ساکن بشه، عرف اگه بفهمه این تصمیمشو، اینو مسافر حساب نمی کنه. سابقا عرض شد مرحوم حاج‌آقای همدانی فرمیده، بعدی هم ظاهرا همه پذیرفتن از ایشون. ما وطن و مسکن و اینا لزوم نداریم، همینقدر که مسافر صدق نکنه کافیه. لذا اگر از اعراضش عدول کرد، قاعدش اینه که بگیم همون حکم عدم اعراض داره. بله، بله، بله. در اینکه تقیه واجب است که وجوب تکلیف شک چه نیست، احادیث هم زیاد، اما اینها در مقام بیان اجزاء عمل نیستن. اما روایاتی داریم، بعضی روایات در کتاب الصوم، بعضی روایات رو به صورت قاعده فقهیه، مثلا در صوم داریم که هر کس پشت سر اینها نماز بخونه ثواب مسلمین رو بهش میدن، یا روایت، یا اون روایت ابی سباه به نظرم که ما سنتم من شیئون او حلفتم و انتم فی سعه. بله، فی سعه در مقام بیان اجزا، یعنی حکم وضعی رو بیان میکنه. چطور اینجا مرحوم سید فرموده بتر؟ اینجا دلیل خاص داره و اون روایتی که منصور اعلام کرد فردا عید فطره، حضرت هم فردا چیز خورده، یک کسی به حضرت گفت عیده، فرمودن نه، گفت پس چه عجب خوردید؟ روایت اینه، لأن افطر یوما من شهر رمضان و اقضیه احب علی من ان یضرب عنقی، و اقضیه داره. البته دو نسخه داره، یه نسخه و اقضیه نداره، یه نسخه و اقضیه داره، وقت و اخویه معمولون به هاست. لحاظا چون حضرت فرمودن که اگر کسی تقیتن یه روز از ماه رمضان رو خورد و قضا کرد، وقف قضا داره، اگه این نبود بله جای این فرمایش شما بود. بله 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 بله، بفرمایید. بله، اسماء انبیاء، اولیاء و حضرت زهرا و کلمات قرآن، اینا بدون طهارت نمیشون حالا مس کرد، محل خلافه. بله بله، بعد اینا برای اشخاص غیر معصوم، برای اشخاص نام زودار شده، مثل حسین حسن دست زدن همزایی جنوب، یا بله اون بلا اشکال. الله که
اومده با اضافه به شخصی نام عبدالله یا عبدالرحمن، اون عبدی که هیست، این عبدالله عبدالرحمن اسم این شخصه، ولی به لحاظ اون عبدی که عبدالله خودش لحاظه، عبدالله، عبدالله اینجا حکم این عبدالله میشه که این نه 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 اسماءش به نتیجه عبدالله، اللهش اللهه، ترجمهش که باید بکنیم میشه بنده خدا و خداست. میدونم اسم شخصیه، اما اللهش جزء اسمش نیست، اون عبدش اسمشه. بله ظاهرا اینه. بله نه 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 نمیشه، نه نمیشه. بس قسم، نذر، عهد، اینا تابع نیته. یعنی وقتی قسم خورد، قسم خورد حتی اگر بعدی که حنس کرد بازم باقی باشه، چون تابع نیته. بله اگر تو ذهنش نیست، نه قدر متعقل اکثر میشه، قدر متعقلش همون مورد اوله. بله اگر نیتش این بوده، مثل قسم های دیگه، قسم خورد سیگار نکشه، آیا قسم خورد که اولین سیگار رو نکشه، ارتکازش این بود، اولین سیگار رو کشید، حلس کرده، اما دیگه بقیهش اشکال نداره. اما اگر قسم خورده بود هر یک سیگاری را نکشه، نه عامه، اگر صد بارم سیگار کشید، صد بار یکمش هم کفاره داره. بله بله مشهور بین فقها ها قدیما و حدیثا اینه که تسبیحات اربع در رکعت سوم یه بار کافیه، سه بار مستحبه. فقط یه روایت داره، ها وقت اون روایتی که میگه یک بار کافیه، اون با این دوتایی میشن مثبتین. وقتی که مثبتین شدن اون تقیید نمیکنه اینو، لحاظا مشهور اینه که یکی کافیه. قول به این که سه تا بگه احتیاط استحبابیه. وقتی که روایت داره میگه سه بار، وقتی که روایت میگه سه بار، میدونم تسبیحات اربع را سه بار بگو که میشه دوازده تا. بله وقت روایت داره این فتوای فقها، فتوای مشهور، اما بعضی هم هستن احتیاط وجوبی کردن، ببینید عروه را و حواشیش، و بعضی هم فتوا دادن که سه بار به خاطر روایت سه بار. کیه دلیلش که یه بار مجزیه؟ روایت داره یا سبحان ربی العظیمه بگه یا سه بار سبحان الله، روایت داره سه بار. وقتی که روایت میگه سه بار، اگر روایت گفت تسبیح، بله میگفتیم یه بار کافیه. شاید میدونم خیلی همین وقت، اما روایت داره میگه سه بار، خود روایت فرموده سه بار. روایت وقتی میگه سه بار تسبیحه صغرا، دیگه سه بار
بله ببخشید منظورم این در مورد حضرت موسی که نبی الله بود با برادر فرعون برگرد اون لا ترسید بری از و تاقه اون دور عصبان بود سر برادر دیدگار یکم که در نسیان در قضیه هود نسیان همراهش بله نسبت نسیان به نسیان این یه مگه عصا در آدم گفته نشده تو قرآن و عصیان مگه امیرالمومنین صلوات الله علیه حضرت سجاد صلوات الله علیه تو دعاها هی استغفار نمی کنن از عصیان اینا ها اینا تمام اینها به لحاظ قرینه مناسبت حکم و موضوع حامل میشه بر عصیان مقام عصمت نه عصیان معنی حرام نسیان مقام عصمت نه نسیان متعارف به خاطر مناسبت حکم موضوعشون مسلم است عصمت حالا در انبیا مرتبه خودش در 14 معصوم مرتبه بالاش این اگر عصیان گفته شد یا دعاهای حضرت سجاد صلوات الله علیه به درگاه الهی اینجور تضرع میکنن ولا ینجینی منک الا التضرع الیک اینا مال مقام عصمته نه کلمه از ها اما نسیان مقام عصمته ببینید این مناسبت حکم موضوع قرینه است که قرینه میشه که صرف ظاهر بکنه از ظهورش مثل قرائن دیگه که صرف ظاهر از ظهور میکنه نعم ای که شهاده لانه روایات خاصه اکو بأنه فقط في الأموال شهادتها معتبرة ثقة من الرجال في الموضوعات لا من النساء أدلة خاصة أكو روايات خاصة فإن لم يكن في الأموال هذا العرف لا يرى ما يخالف أما الشرع إذا عين إذا صرح بعد ما نراجع العرف إحنا بس الموضوع الأموال الروايات تقول في الأموال إيه صحيح أما في غير الأموال لا حتى المرأة الواحدة في الأموال في الربع صحيح دليل خاص إيه نفي أكو شوفوا شوفوا في باب الشهادات كتاب الشهادات حضرت آقا حدیث داریم که حضرت معصوم می فرماید لا یقاس بنا احد بله اینجا مشخصه که از بنی آدم و جن و موجودات مادی رو نمیشه که اونا مقایسه کرد آیا این رو هم شامل میشه که بگیم مجردات ماسی و لا رو هم شامل میشه یعنی در بین فرشتگان حتی فرشتگان مقرب الهی حضرت جبرئیل حضرت روح یه عبارتی هست فقها در فقه اصولیون در علم اصول اینو متعرض شدن همه تسالم برش هست در کتب بلاغت ذکر شده و اون این نکره در سیاق نفی یا نهی ظهور در عموم داره لا یقاس بنا این نفیه احدون احد نکر است احد شامل ما سوى الله همه چیز میشه بله ببخشید بفرمایید بله
یه روایت داره حضرت فرمودن انما علیک مغربک و مشرقک، نماز مغرب تو قم یه ساعت خونده میشه، تو مشهد زودتر خونده میشه، چون اونجا مغرب شده اینجا مغرب نشده، اونجا شروق شمس شده نماز صبح قضا شده اینجا نشده. انما علیک، انما حسره، هر کسی مغرب و مشرقی که در اونجا هست اون ملاکه. حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف شب قدر کجا هستن؟ مغرب و مشرقشون چیه؟ اونجایی که هستن تو کربلان، تو نجفن، تو مکن، تو صحران، مغرب و مشرق اونجا برای هر کسی ملاکه، خود حضرت هم همون براشون ملاکه. خب برمیدونم اونجا که دوست داریم قرار نیست، هر کسی مغرب و مشرق خودش ملاکه. بله کجا بوده حضرت؟ حضرت کجا تشریف داشتن؟ شب اونجا ملاکه. ملاک همینه دیگه، چون وقتی که موضوع گفتن شب، اونجا که حضرت بودن شب بوده، قرآن نازل شده شب حساب شده دیگه. موضوع وقتی که تعیین شد، وقت قضیه حقیقی است نه قضیه خارجی به قول آقایون. نه نه، این هر چیزی استثناء داره، این از استثناءات دیگه. قرآن هم ذکر کرده، مسلم هم هست. الله یتوفى الانفس حین موتها، آدم هایی که میمیرن کی میکشه؟ خدا. خدا صلاحیت کشتن داره دیگه، همچون که زنده میکنه میکشه دیگه، یحیی و یمیت. و خدای عز و جل حرام کرده کسی را بدون گناه بکشن، واقعی استثناست اینجا، استثناء شده. کی؟ آه بله، حالا اگر اونو نگه، اگر معنی میدونیم که همه پیغمبر ها ولایت دارن، حالا اگر اونو یه جواب ایمی ندار، اگر اون تشکیک درش شد اکثر شروع خلاصه این استثناء است، چه اشکال داره؟ بله ها، همون خضر پیغمبره دیگه. بله بفرمایید. نه اینا این محل خلافه، مشهور بین فقها تو عروم داره دم قروح و جروح اگر بیش از مقدار درهم باشه، این یعنی دم خود انسان، دمل در آورده یا چاقو خورده زخم شده، وقت این اگر قدری باشه بیش از مقدار درهم باشه، تو عروه داره غالبا هم فقها پذیرفتن، اگر پاک کردنش تطهیرش عسر و حرج باشه اون وقت معفوه، اگر نه نه. بعضی هم مطلق گفتن، احتمال میدن مرحوم اخوی از اینایی باشن که مطلق فرمودن به خاطر بعضی روایات. نعم نعم سیاحه، هي كلمة السياحة شنو؟ يعني يروح يتفرج يتنفه من هالمدينة لهالمدينة، من هالقرية لهالقرية. ها
هذا فد نوع من التعبير لتقريب يعني تسهيل الأذهان، يتسهلون. الإنسان طول السنة 11 يأكل يشرب ويتمتع بالملذات، الله عز وجل قال غير في هذا الشهر. هذا نوع من السياحة، نوع من التغيير. السياحة تغيير المدينة، تغيير الجو، تغيير الماء، هذا تغيير في الملذات اللي كان يتلذذ بها طول السنة. شهر ليس من هالجهة مجازا عبر عنه بالسياحة. أي هذا ترك التلذذ، هذا نوع، قلت هذا مجاز. وأكثر لغة العرب المجازات، أكثر ما في القرآن أكثر ظاهرا المجازات. در جایی که اونی که روزه خوری میکنه، اینی که بهش غذا یه وقتی بید تدارک میکنه، غذا میپزه، اون که روزه خوری میاد خودش بر میداره که گیری نداره، یعنی برای این مشکل نیست. اما این اگه غذا میبره و سرش، اگر احتمال داره که این معذور باشه، مریض روزه میخوره یا از شهر دیگه اومده مسافره، کسی رو سفرم نی مثلا، اگه احتمال بده که معذور باشه، اصل صحت میگیره، چه اشکال داره؟ مگر موردی که بدون معذور نیست، و خون محل اشکاله. بله. خب عیسی میچرخید، انبیای دیگه رسمشون نبود بچرخن، یه جا بودن. امت هایی که این کارا برشون بوده، امتشون، امت ما سخت‌ترین کار همه روزه گرفتن. همین نوع من المجاز به نتیجه. بله نعم. ای ام ها ای حتى اللي يروحون الى الجنه يدخلون جهنم ويخرجون، بس النار نار جهنم مثل الإنسان اللي عنده شعور، نار جهنم عنده شعور، ما تأخذهم إلا هذول اللي يروحون إلى الجنة يعبرون على الصراط. الصراط وين؟ في داخل جهنم، يمر من داخل جهنم. اللي من أهل النار من يأمر بالصراط النار تأخذه، اللي من أهل الجنة لا، النار ما تأذي أصلا. نا وين منكم واردها؟ يعني أصلا روايات داره كحتى أهل بهشت الصراط مخصرات تو جهنم، نبوله نبالات. صراط پل نی که روی آتیش باشه، از توی آتیشه. ببینید با نه اصلا آتیش جهنم شعور داره، لذا نمیگیرتش اصلا، پس میره. چه فرق میکنه؟ میخواید نماز شب بخونه، ثوابشو برای امواتش بده. حالا قبل از که نماز شب بخونه این نیت رو میکنه، یا بعد از که نماز شب خوند میگه خدایا این ثوابی که برای این قرار دادی بده به پدرم، به مادرم، به فرق نمیکنه. انما الاعمال بالنیات، با کلمه انما که ادات حصره. نه نه، در اجیر شدن باید قبل عمل قصد نیابت بکنه، من به جای او، نه ثواب فقط.
در قرائت قرآن بله، اما در نماز روزه نیابته. نماز روزه حج اینا نیابته. نه فایده نداره. اگه اجیر شد باید قبل از که بخونه نیت کنه برای اون که اجیرش کرده. بله خودش بخواد ثواب تبرعا بده، حق داره قبل یا بعد نیت کنه. شما شب قدر تموم شد، بعد که تموم شد نیت میکنه ثوابای این اعمالی که انجام دادم خدایا پدرم مادرم را برای اون قرار بده یا اون را شریک بدار، اشکال نداره. اما اگر یک اجیر شده پول گرفته، نه این باید قبل عمل نیت کنه. حضرت فرمودن آها اشکال نداره. بله بله در نیابت روایت داره، حضرت فرمودن لکب ذالک تسع حجج ولابن اسماعیل حج واحده. بله عیبی نداره، هیچ اشکال نداره. فالاستجار الآن ما أقدر أقول إيه. ليش؟ لأنه في الاستجار مسألة الاستجار أكو يعني أجير صاير، لازم الأجير يسوي العمل بحيث اللي استأجره حسب الارتكاز بينهما حسب ذاك يكون. اي وينوي صلاه الليل ما يخالف، ايضا له قسم وحصه لنفسه. اي ما يخالف، اما في مساله الاستئجار شيء اكو شيء ثاني وهو الاجاره، لازم تطبق عقد الاجاره. يكون عقد الاجاره حسب الارتكاز بينهما، اذا حسب الارتكاز ما يخالف اي شكو بي. ايضا اذا حسب الارتكاز بينهما، لان الاجاره عقد بالنتيجه. لو اطلق وكان لم يكن هناك ارتكاز شكو. وكذلك لو نوى غير صلاه نحن ما يخالف في غير الاجاره كلما يصح، في الاجاره ايضا يصح اذا لا ينافي عقد الاجاره. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك. خداوندا به حق شاه خوبان نبی اکرم و ختم رسولان، به حق رهبر پرهیزکاران علی اون سرور و سالار مردان، به زهرای بتول آن در و گوهر که دارد لؤلؤ و مرجان سراسر، به سبتین و به شبلین پیامبر، به سبتین و به شبلین پیامبر، به نه در گوهر از نسل اطهر، که در امر فرج تعجیل بنمان، خدای مهربان که در امر فرج تعجیل بنمان،
تمام شرطها را کن مهیا. دگر مپسند تأخیری از این بیش، دگر مپسند تأخیری از این بیش، دگر مپسند ما را با دل ریش. یا صاحب الزمان الغوث و الامان، یا صاحب الزمان الغوث و الامان، یا صاحب الزمان الغوث و الامان. از کنار مسجد پاک و نورانی دختر باب الحوائج فاطمه معصومه سلام الله علیهما، دلها روانه کنار مرقد نورانی جد قریبش آقا امام حسین علیه السلام، دار و ندارش را گرفتن، به صغیر و کبیرشون رحم نکردن، از دم تیغ گذراندن، به خود بزرگوارش رحم نکردن، هرچه بودت داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا، خود هم بیا، خود بیا که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو، لیک خود تنها میا در بزم یار، خود بیا و اصغرت را هم بیار، خود بیا و اصغرت را هم بیار. چرا خوش بود در بزم جانان بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی، خود چو بلبل گل علی اصغرت، زودتر بشتاب سوی مادرت. بمیرم همین که جلو خیمه شیش ماه اومد روی دست بابا، امان از دل بابا، نانجی با تیر سه شعبه گوش تا گوش علی، گفت اصغر من کی به زبان آمده، هر مله با تیر و کمان آمده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خداوند سایه بلندپایه مرجع تقلید حضرت آیت الله شیرازی بر سر ما مستدام بداره، برای سلامتی ایشون و هدیه به محضر نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرآ صلوات مرحمت.